در کارخانه کشتی سازی در شهر گدانسک کرانهای عظیم مشغول کارند. در اینجا گهواره حرکت همبستگی جایگیر است که در سرنگون کردن کمونیسم در لهستان نقشی کلیدی داشت. قرارگاه مرکز اروپایی همبستگی و سرخانه حرکت هم اندکی دورتر از کارخانه کشتی سازی ایستاده است، ولی بنیادگذاری 72 ساله حرکت لخ والنسا بیشتر درباره آینده فکر میکند، از جمله درباره پاسخ به سیاستهای نظامی روسیه. ما باید نسبت این گونه رفتار قاطعانه عمل کنیم، در عکس حال آنها پیروز میشوند. بقیده والنسا پروازهای هواپیماهای روسیه در نزدیکی کشتیهای ناتو باید بی‌جواب نمانند. ماه اپریل هواپیماهای جنگی روسیه حرکت‌های خطرناک در نزدیکی کشتی جنگی دونالد کوک آمریکا در قلمروهای آبی بین‌المللی در بحر بالتیک انجام دادند. اگر من فرمانده کشتی می‌بودم، هواپیماهای روسیه را می‌زدم. کشتن لازم نیست، بالی هواپیماها را می‌زدم. مگر این سبب جنگ نمی‌شد؟ البته نه، چیگونه جنگ؟ هیچ کس جنگ نمیخواهد، روسیه هم. آنها میخواهند از راه تهدید و شانتاژ به مقصدشان برسند. روسیه نمیخواهد وارد جنگ شود، چون جنگ برایش گران میافتد. لخ والنسا میداند که مخالفت با روسیه چی پیامد دارد و برای مقابله با رژیم کمونیستی و مبارزه برای حقوق کارگران جایزه صلح نوبل را گرفت و سال 1990 نخستین رئیس جمهور شد که در انتخابات دموکراتی پیروز آمد. درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت ضرور است که اتحادیه بر اساس اصولهای نو بازسازی شود. آلمان و فرانسه و ایتالیا باید تصمیم بگیرند. اگر اتحادیه اروپا را پراکنده کنید، 5 دقیقه بعد دیگرش، ولی زیرکترش تشکیل می شود. در پس منظر بسر و سامانی های سیاسی در لهستان و اتحادیه اروپا، لخ والنسا بازگشت به سیاست را از احتمال دور نمی داند، ولی حالا از زندگی عادی لذت می برد. اگر دستگاه ریشگیری خوب باشد، خود را خوشبخت می حسابم. برای مردی 73 ساله دیگر چی می ماند؟ مهمانان جوان مرکز اروپایی همبستگی تاریخ کشورشان را می آموزند و هم آن را که چگونه تاریخ این حرکت می تواند به اروپا در رفع طوفان های سیاسی آینده کمک کند.